نسیم بهروز فعال مشروط خواه و عضو فرشگرد از کارولینای جنوبی با ما همراه شدند. خانم بهروز، در تظاهرات های ایرانیان خارج از کشور مقامات کشورها و اتباع غیر ایرانی هم مشارکت گسترده‌ای داشتند تا به حال. دلیل این همبستگی و حمایت جهانی گسترده از اعتراضات سراسری در ایران رو چه میدونید؟ درود بر شما و بینندگان گرامی. من اولین دلیل این حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران رو خود مردم ایران میدونم. اون کار بزرگی که انجام دادن، حماسه‌ای که آفریدن. اینجاست که اتحادی که سالها ازش صحبت میشد اهمیت خودش رو بالاخره نشون داد. وقتی که دنیا ببینه که یک ملتی در بیش از 100 شهر اون کشور هماهنگ و یک صدا با هم جونشون رو کف دستشون میذارن و به خیابون میان و اون هم برای اهداف والایی، چون آزادی، چون کرامت انسانی، نجات میهن، نه فقط مشکلات معیشتی، قطعا نمیتونه، که البته اون هم حق مردم هست، قطعا نمیتونه تحت دنیا نمیتونه تحت تاثیر قرار نگیره، نمیتونه بی تفاوت باشه و قطعا عکس‌العمل نشون میده. و این میهندوستی همیشه به توجه دنیا همیشه تحسین برانگیزه، مخصوصا وقتی که جلوه اون رو ما در تعداد زیادی از مردم ببینیم. دومین علت این حمایت جهانی رو من رفتار خود جمهوری اسلامی میدونم، رفتاری که با مردم ایران داشته و رفتاری که همواره با جهانیان داشته. سیاستمداران دنیا بالاخره به این نتیجه رسیدن و برخیشون هم دارن میرسن که جمهوری اسلامی در واقع یک قده سرطانیه، نه فقط برای اون جغرافیایی که درش هست که کشور ما باشه، نه فقط برای خاورمیانه، بلکه برای همه دنیا جمهوری اسلامی میتونه زیان آور، وجودش میتونه و ادامهش میتونه زیان آور باشه. و قطعا با خودشون فکر میکنن حکومتی که با مردم خودش اینطور رفتار میکنه چطور میتونه با دنیا یک تعامل انسانی داشته باشه. جهان و جمهوری اسلامی اگرچه یک سال و نیم پیش نه قاطعی که مردم ایران به جمهوری اسلامی گفتن شنیده بودن، اما همچنان سعی میکردن اون روایت دروغی که لابیا و عوامل جمهوری اسلامی به عنوان روایت غالب جا انداخته بودن قبول کنن، اما حالا فهمیدن که اشتباه کردن. و من سومین عامل که موجب این حمایت گسترده جهانی شده رو هنرمندان و افراد سرشناس و ورزشکاران جهان میدونم، که چون و با کنشی که اونها به قتل مهسا امینی داشتن و چون این افراد دارای دنبال کنندگان و طرفداران زیادی هستن، قطعا واکنش اونها به خیزش مردم ایران تونست نظر بسیاری از شهروندان کشورهای خودشون رو به این مهم جلب کنه. بسیار متشکرم از شما نسیمه بهروز که با ما همراه بودید.